آلمان به دلیل هشدارهای امنیتی از شهروندانش خواست افغانستان را ترک کنند. امرالمعروف نهی از منکر، عبر وزارت هراس آفرین طالبان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، نشست دوحه فرصت مهمی برای گفتگوست و همچنان در پایان سرلشکر جهل و جنون حرام شد مشروع خبرها. بریتانیا نیز اخیراً در مورد احتمال حملات تروریستی در ماه رمضان در افغانستان هشدار داده بود. وزارت خارجه آلمان با انتشار بیانیه از شهروندان این کشور خواست که به دلیل وجود هشدارهای امنیتی افغانستان را ترک و سفر به این کشور خودداری کنند. در بیانیه وزارتخانه که روز یکشنبه صادر شد، وضعیت امنیتی در افغانستان شکننده توصیف و یادآوری شده است که به دلیل بسته بودن سفارت آلمان در کابل از زمان به قدرت رسیدن طالبان ارائه هیچ نوع حمایت کنسولی در این کشور امکان پذیر نیست. وزارت خارجه آلمان هشدار داد که در شرایط کنونی علاوه بر احتمال وقوع رویدادهای امنیتی، امکان گروگانگیری، آدمربایی و بازداشت خودسرانه نیز وجود دارد، چون اکثر اعضای طالبان با خارجی ها مخالفند. همچنین در صورت وقوع رویدادهای امنیتی خروج از افغانستان سخت است و با وجود باز بودن فرودگاه بین المللی کابل پروازها محدود است و خود فرودگاه هم در گذشته هدف حملات تروریستی قرار گرفته است. امرالمعروف نهی از منکر، عبر وزارت هراس آفرین طالبان. خالد عنفی علاوه بر این که وزیر امرالمعروف طالبان است، برخی از مدارس دینی را مدیریت می کند و علوم دینی را به طلبه ها آموزش می دهد. وزارت امرالمعروف نهی از منکر طالبان بر رهبری شیخ خالد عنفی، چهره تنرو مذهبی و نزدیک به ملا هبت الله خانزاده رهبر این گروه، قصد دارد به نهاد مقتدر در میان حکومت و سرکوبگر در میان شهروندان تبدیل شود. وزارت امرالمعروف نهی از منکر طالبان بر اغلب بخش‌های حکومت این رژیم نظارت می‌کند و با اختیارات و صلاحیت‌هایی که دارد در حکومت طالبان به عبر وزارت تعبیر می‌شود. شیخ خالد حنفی از چهره‌های تندرو رژیم طالبان و از افراد وفادار به ملا هبت الله خانزاده رهبر این گروه است. وفاداری به رهبر طالبان باعث شده است که او در اغلب سخنرانی‌هایش در نهادهای نظامی از شهروندان افغانستان و نظامیان این رژیم بخواهد که از تمام فرمان‌های منتسب به رهبر این گروه حمایت و در راستای اجرای آن اقدام کنند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، نشست دوحه فرصت مهمی برای گفتگو است. سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که در نشست دوحه شرکت کنند، اما طالبان تصمیم خود را اعلام نکردند. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روز پنجشنبه گفته است که به نشست سازمان ملل متحد در دوحه خوشبین‌تر است و امید دارد برای حل چالش افغانستان پیشرفت حاصل شود. یورش جبهه آزادی. جبهه آزادی شام یکشنبه از حمله به قرارگاه طالبان در خوشحال خان مینه در ناحیه پنجم کابل خبر داد و گفته است که دزد طالبان کشته شدن و یک دیگر مجروح شده است. جبهه آزادی دستاوردهای خیلی ژرف در کارنامه‌های پسین خود دارد و بزرگترین دردسر برای رژیم طالبان در افغانستان شده است. بشار نوروزی با حمایت قدرتمند رهبر طالبان با چین تجارت میکند. بشار نوروزی قاچاقچی بزرگ مواد مخدر پس از آزادی از زندان گوانتانامو با حمایت هبت الله خانزاده وارد روابط بازرگانی با چین شده است. این مجله نوشت نوروزی با شرکت‌های چینی قراردادهای مبهم منعقد کرده و دو قرارداد مدنی و پدروشمی را به دست آورده است. بشار نوروزی یکی از افراد پرنفوذ طالبان در سال 1401 پس از نزدیک به دو دهه زندان با مارفرکس مهندس آمریکایی مبادله و از زندان رها شد. بشار نوروزی از چهره‌های پرنفوذ و تاثیرگذار در میان رهبران طالبان از گفته می شود که او دوستی نزدیکی با ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان داشته و عمده فعالیت‌های این گروه را از بد و تأسیس تمویل مالی می کرده است. فارن پالیسی در گزارش نوشته است که بشار نوروزی اکنون با ملا هبت الله رهبر تندرو طالبان نیز رابط نزدیک دارد. این مجله از آقای نوروزی به عنوان سلطان مواد مخدر نام برده که امپراتوری هیروئین او به جنگ طولانی طالبان در افغانستان کمک مالی کرده است. جاوید نورانی کارشناس بخش معدن افغانستان گفته است که نوروزی با آنکه تخصص در زمینه معدن نداشت، با این حال پس از آزادی از زندان بیدرنگ به تجارت بازگشت و همکاری نزدیک با ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان را برای بستن قراردادهای طلا و نفت و گاز در شمال افغانستان آغاز کرده است.
آقای نورانی قدرت کنونی نورزی را با محمد قاسم فهیم در زمانی که معاون رئیس جمهور احمد کرزی بود مقایسه کرده و گفته او شبیه یکی از جنگ سالاران شده است. این کارشناس معدن گفته شرکت نفت و گاز افغانچین که با شراکت بشر نوزه و یک شرکت چینی ایجاد شده قراردادهای استخراج معدن را به دست آورده است. مناقصه غیر شفاف و مهمتر از آن دوستی نوزه با رهبر طالبان دلیل اصلی پیروزی آنها در به دست آوردن قراردادها خوانده شده است. یک منبع آگاه که نخواست نام او فاش شود به فارن پالیسی گفته است که بشر نوزه با میخوان متقی وزیر خارجه طالبان که کنترل قدرتمند بر قراردادهای استخراج نفت دارد نیز رابط نزدیک دارد. شرکت بشر نوزه یک قرارداد مطالعه و استخراج ظرفیت هیدروکاربن در نزدیکی امودریا در نزدیکی آسیای میانه را بعد از گرفته است. فارن پالیسی مجله آمریکایی به نقل از منبع خود گفته که طالبان خود را مدیون بشر نوزه میدانند. حمایت حبت‌الله از تجارت بشر نوزه با چینی ها. فارن پالیسی در گزارش خود از حمایت حبت‌الله خانزاده از تجارت بشر نوزه با چینی ها گزارش داده که اخیراً شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین اعتبارنامه فرستاده طالبان در بیجینگ را پذیرفت. در گزارش این مجله آمده که اکنون به نظر می رسد برنامه های طولانی مدت چین برای بهره برداری از ثروت مدنی افغانستان به طور مستقیم با نیاز طالبان به پول و به رسمی شناختن دیپلماتیک رابطه دارد. در این گزارش آمده که روابط طالبان با حزب حاکم کمونیست چین از اگست 2021 تا اکنون با انعقاد قراردادهای شرکت‌های مدنی چینی که صدها میلیون دلار درآمد داشته نتیجه داده است. این مجله نوشته به نظر می‌رسد که طالبان از وضعیت 1 میلیون مسلمان اویغور که زیر فشار دولت چین در اردوگاه‌های بازداشت به سر می‌برند ناراحت نیست. طالبان خود نیز زنان را از حق آموزش، تحصیل و کار و سفر محروم کردن و کشتارهای نیروهای امنیتی دولت پیشین و مخالفان خود را ادامه داده است. نویسندگان گزارش داده که چین از گسترش روابط با طالبان انگیزه فراتر از دسترسی به مواد مدنی استراتژیک در نظر دارد. بیجینگ برای گسترش طرح یک کمربند یک راه و دسترسی به بازارهای اروپا و افغانستان نیاز دارد. بیجینگ همچنین فناوری و تجهیزات نظارتی را با طالبان به اشتراک گذاشته. در گزارش آمده که چین از این کار دو هدف را دنبال می کند. طالبان با فناوری های که چین در دسترسش قرار داده می تواند دشمنان خود را ردیابی کند و از آن طرف چین از این طریق می تواند اویغورهایی را که از حمایت طالبان برخوردارند و اعضای گروه ترکستان شرقی زیر چین را رسد کند. بشر نوزه قاچاقچی بزرگ مواد مخدر و از حامیان مالی عمده طالبان در سال 2005 در نیویورک دستگیر شد و از سال 2009 در حال گذراندن دو حکم حبس ابد بود. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای تازه و مهمترین ها کانال ما را سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما را لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه تان باشه.